Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rahmatika ya rahmar rahimin. Min rahay televizyon iman wa barnameh nikah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Umidwar hastim ke sehat wa salamat bashin wa rozgar khosh ra hafte guzashte guzashtanda bashin. Wa hamin umidwarim ast inshallah hamesha bar shoma dua mikunim wa shoma bar ma dua mikunin. In mahe khoshi wa masarat mast ke پروگرام ها رو ما بر شما عرضه میکنیم و اولتر از هم از کسایی که برنامه بنده را دفته گذشته تماشا کردن و با تلفن های خود با چند ایمیلی که ما گرفتم یا واقعا از صحبت های کردیم بنده را ذره نوازی کردن ما از پیشتان صمیم قلب تشکر میکنم البته از این خاطر که برنامه ما تانست که حداقل یک چند نفره مورد پسندش واقع شوه و صحبت هایی که دو گنجانیده بودیم صحبت هایی بود که موضوعاتی بود که کل ما می خواهیم در این بارا بفهمیم و یکی از اهداف برنامه انعکاس همی است که ما سر موضوعات انعکاس کنیم یا انعکاس برنامه شماست و انعکاس معنی چیست که منعکس کننده تمام چیزهایی که به درد ما می خوره. ما هیچ وقت ادعا نکردیم که معلم دین هستم و یا کدام ادعای از او کده بالاتر یا فقط باعث یک کسی که خدمتگارتان هستم و تجربه دارم در جریان چندین سال که ما با استادا و علما و به هر طریق چی دستای فرهنگ بوده چی دستای ادبیات و چی دستای دین الحمدلله تماس های بسیار مثبت و سالم داشتیم و دوستای بسیار خوب که من کلشان هم احترام دارم هم دوست دارم و هم اونا به می شکل که به من نشان دادن این باعث شده که کل ما یک کار دست جمعی کنیم در قسمت که هستیم به یک شکل فعال باشیم و کار بکنیم همین تعهد ماست و البته خاص برای خدا خاص برای رضایت پروردگار و رضایت مردم کدام هدف دیگه در این نیست نه کدام هدف گروپی است نه کدام هدف قومی است نه شخصی است نه شهرت طلبی است نه هیچ برای اینکه امروز شما میفهمید هر کس میتونه که در خانه خود یک کمره را بگیره و به فیسبوک و یوتیوب پروگرام خود میتونه یک تلویزیون داشته باشه این کدام مشکل نیست اما ما تلویزیونی ما را که بیرقش تابال الحمدلله بالا نگاه کردیم با کمک شما دلیلش ایست که ما بتانیم موضوعات را صحبت کنیم از منابع موثق که مفید واقع شده برای شما و بر خانوادهایتان که بر ما دعا کنین ما برای شما و از خود ما فیض ببریم یعنی برنامه امروزی که ما سرش صحبت میکنم یا با تقاضای یک گروپ کسایی که با ما در تماس هستن سر از این سوالای داشتن صحبتای داشتن و ما خواستم که به صورت بسیار عام فهم این موضوعاتم تا جایی که معلومات و علم بنده قد میتبرتم یادآوری کنم و طبعا فقه ازدواج مسائل شرعیش موضوعات بسیار درو دراز است و کار ما نیست و کار علما است که در ایرا خدمت میکنن که انشاءالله اونم داریم نفرایی که کار کنم اما فعلا ما در بارد فلسفه ازدواج امی که هدف از ازدواج چیست به صورت بسیار عام فهم برای شما انشاءالله چیز معلومات که جمع آوری کردیم به توفیق الله براتان تقدیم میکنم چیزی که بسیار مهم است که ما از قرآن تراوش میشه و ما شما میفهمیم که اولین چیزی را که خداوند به حساب اولین جوره را که آفرید آدم علیه السلام آفرید بعد از او حضرت بی بی هوا را از وجود آدم آفرید و ای خود ما این شیر رو میفهمیم و این حقیقت زندگی ما شماست از اون خاطر از اونجا شروع میشه که انسان به حساب ازدواج داده در اینجا قرآن شریف میفرمایم ما ترجمه شو براتون میگم که کدام اشتباهی صورت نگیره ورزی که وقت ما تنگ است میگه ای مردمان از خشم پروردگارتان بپرهیزید پروردگاری که شما را از یک نفس آفرید و سپس همسرش را از نوع او آفرید و از آن دو نفر مردان و زنان فراوان برای زمین منتشر ساخت و از خشم خدای بپرهیزید که هم دیگر را به دو سوگن می دهید بپرهیزید از این که پیوند خویشاوندی را گسخته دارید و صله رحم را نادیده گیرید زیرا که بیگمان خداوند مراقب شما است و کردار و رفتار شما از دیدار او پنهان نیست و در اینجا ما شما می بینیم که خداوند ذکر میکنه که اولین زوجی را که آفرید آدم و حوا بود و بعد از او تمام انسانایی که در روی زمین میبینین کلش از ثمره از مو ازدواج بوده که
ما اولاد آدم و اولاد بی بی هوا کل ما شما امروز زندگی میکنیم. و در جای دیگه میگه پروردگار عالم، میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، آنچنان که باید از خدا ترس داشته باشید، از او بترسید و به انجام واجبات و دوری از منیعات گوهر تقوا را به دامن میگیرید و شما نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. در اینجا میگه که شما با چی رقم شما گوهر تقوا را به حساب نگاه میکنین و بدون از اینکه دینتان و از اینکه اسلامتان از دست بدین. و به این معناست که موضوع ازدواج خداوند اینجا مطرح میکنه و ازدواج از طرف دیگه خود نکاح که از وقتی که ازدواج خداوند برای ما تشریح میکنه و توصیه میکنه قرآن، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم این سنت خود میدانه و این کسی که ازدواج میکنه سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حساب به جای میکنه. اما ای که ازدواج فرض نیست که خداوند حتما گفته باشه فرض ازدواج کنین در صورت محرومت چای، در صورت که مشکلات اقتصادی باشه، در صورت بسیار مسائل، در اون صورت معافیت دارن. اما کسی که بالغ باشه، کسی که به سن قانونی رسیده باشه، خیر شر خود تشخیص بده، باید ازدواج کنه. در غیر از او هیچ وقت قرآن و خدا در این قسمت توصیه نمیکنه که شما و حساب ازدواج کنین. چرا؟ ثمره ازدواج ها ثمره خوب نمی باشه. اول جدایی است، جگرخونی است، اولادان و قسم برای امثال ازی. از او خاطر خداوند در قسمت حکمت خدا در این قسمت سر ما تکمیل میکنه و بر ما هم یک چیز میگه. و از او خاطر امی خود ازدواج از نظر شرعی یک عقد و پیمان است که موجبان رابط زناشویی مرد و زن را که با هم بیگانه میمارن، بیگانه هستن، امیر با وسیله نکاح، با وسیله ازی وصلت یا از نظر شرعی مشروعیت میده. یعنی ازدواج یک عمل است که عقد و یک پیوان است و این کلانترین تصمیم است که یک انسان در زندگی خود میگیره و از اموز که بعد ثمره از و اولادای آدم بر روی زمین ظاهر میشن و ای تکثیر نسل و حساب که ما میگیم تنازل البقا، تکثیر نسل بر روی زمین و اولاد آدم روز به روز زیاد میشه. البته وفیات زیاد است، تولد هم زیاد است مورنگی و به این طریق ما شما داخل ازدواج میشیم. پس به این نتیجه میرسیم که ازدواج یک امر ضروری است، فرض نیست، اما بعض وقتا میتونه تا واجب شه برزی که بعض کسایی هستن که در گناه و در فسق و فجور داخل میشن او یا با وسیله ازدواج شاید بتونن خود کنترل کنن و به این طریق داخل زندگی نرمال زناشویی خود شوند. یک راست و شرایط دیگه هم است که بعض وقتا بعض کسا توانایی ازدواج ندارن، یا از نظر اقتصادی، یا از نظر فیزیکی، یا از نظر مسائل معنویات، یا آماده ازدواج نیست، که هم در جای خود قابل بحث است که آدم نمیشه که دو نفر فقط به یکی هم مثل کفتر واره که هم فهم بگیم جوره بسازن بگین شما زندگی کنین. نه تو نمیشه و باید ما سر از چه بسیار اساسی فکر کنیم. و از طرف دیگه موضوعی که هدف از ازدواج خود همی تولید نسل یا تولد نسل است و ما میگیم که خداوند هدف ازدواج یکی شمیز که چی رقم اولاد آدم به دنیا بیم تو که ما آمدیم و همین نسل آدم دوام میکنه تا روزی که دنیا آخر شود. و می شکل ما شما هدف ازدواج از آوردن طفل به دنیا هست، یه هدف اصلیش است. و ای که با چی شکل آدمی را استفاده میکنه بسیار صحبت های بسیار دراز داره، مقبولی های داره و با حدیث مشرح شده که یک زن و شوهر چی رقم رابطه می داشته باشن مسائل، اما چیزایی صحبت شده و من فکر نکنم این برنامه گنجایش از زیر داشته باشه که ما کل صحبت ها رو درمان کنیم. اما ما خبرتان میگم که این صحبت هایی که ما میکنم صحبت های نو نیست. کل ما شما الحمدلله به یک شکل فکرش داریم، اگر نداریم یک تکرار احسن است و این کدام چیز نو شما نمیشنوین، اما تکرار میکنیم، جمعش میکنیم و بالاخره میاریم که دمی شرایط و محیطی که ما زندگی میکنیم شکل ازدواج ها چی رنگ است، چی مشکلات ها رو ما داریم، محافل ما، آروسی های ما در کجا است و ما با کجا میریم. هدف اصلی ای است و از این خاطر مسائل شرعی خود نکاح را به حساب سرش صحبت نمیکنیم. نکاح یک امر ضروری ازدواج است، ایجاب و قبول است که پسر و دختر ببخشین که اشتباه نشه که در اینجا پسر و پسر هم به حساب بعضی کسا
فتوای کشیدن که ازدواج میکنن، حتی مسلمان های کار میکنن که جای بسیار تاسف خواب بردگی ما را نشان میده. در این قسمت کار بسیار کم شده و ما کل ما داریم در این محیط اجتماع حل میشیم. یعنی اما تمام مقبولی ها و ارزش هایی که ما داریم آستا آستا از دست داده میریم و کل ما دست به لاشه شیشتیم و تماشا میکنیم که چی وقت غرق شده میریم. و از این خاطر صحبت ها مفید هم واقع میشه که ما را آگاه میسازه، روشن میسازه، تشویق میکنه که ما چی چیزها را بکنیم، چی چیزها را نکنیم، اولادای خود چی یاد بدیم، جوانا را چی تشویق کنیم، چی نکنیم. خب هر نکایی که هست از نظر بین سرزی بگردیم که دو نفره که میخواین ازدواج کنن، از نظر خود انحنات و کلچر ما شما، خب شرایط هم تو بود که به حساب پسر به وسیله مادرش یا اقاربش یا دوستاش از اول یک دختر خبر میشتن که یک دختر خوب به حساب یا دختری که مناسب است برای بچهشان در اینجا هست، باز خواستگاری میرفتن یا طلبگاری که یک رسم بسیار پسندیده بود و به اندازه میشد که یکان کسا به دفاع میرفت. تا مطل ما داشته میگفت اینقدر بیاین که تا بوتایتان پوست سیر بگرده، قف بوتتان. یعنی به این اندازه سخت گریا بود و تعصبات بود و مسائل پول بود و مسائل تویانه و ایگه پا این چیزها رو ما دیدیم. اما کسایی بودن که روشن بودن و روشن به این مانا که درک میکردن مشکل یک جوانه، مشکل ازدواج و حساب درک میکردن که چقدر ضروری است. از خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یکی حدیثه که بسان در کلپا میگه وقتی که یک جوان در جوانی ازدواج میکنه، شیطان مایوس میشه و فریاد میکشه که یک نفر دین خدا حفظ کرد. این به این اندازه و در حقیقت ازدواج بسیار یک موضوع اساسی است که کل ما در این قسمت ثمره ازدواج ها هستیم و همیالا ما شما اکثر ما اولادای الحمدلله داریم که اونا ازدواج کردن یا میکنن یا ازدواج خود ثمره دارن. و حتی بعض کسایی در این پروگرام ها هست که شاید حتی کواسه و کونه کاسه هم گفتیگانه که ما شما میگیم ما عوام صحبت میکنیم یعنی دیده باشن. این واقعیت ها است و این صحبت ما با شماست، با کسای عزیزای ما است که در خانه هایتان شتین در این هوای سرد و بنده را تحمل میکنین. گپای ما خود ما نیست، اما گپای اساسی در کداست؟ موقف پسرها و دخترهای ما در چی هست؟ اینا از چی رنج میبرن و ما از چی رنج میبریم؟ ما رنج میبریم میگیم چی رقم میشه امروز که در کس گپ بزنیم میگه والا دختر خوب پیدا کردنش سخت است، و بچه را که دختر را پرسان کنیم میگه پسر خوب پیدا کردنش سخت است. و چی مانا؟ و این مانا که اینا ازدواج کردن، اما ازدواج اگه نکردن خاطره خراب دیگرا را دارن، طلاق زیاد است، جدایی زیاد است. چرا هست این مسائل؟ البته شرایط فرق کرده، ما میفهمم آزادی هایی که داده شده کلگی زی آزادی ها سو استفاده میکنن. ولی در وقتهای قدیم یک کسی که یک کس ازدواج میکرد، طلاق بسیار آخرین چاره بود، اگرچه طلاق خود خداوند اجازه داده، اما از طلاق هیچ وقت خوش نیست و طلاق آخرین چاره تان میگه باشه. از همون خاطر شرایط بسیار سخت و ثقیل سر طلاق میمونه، برای اینکه طلاق مایه فساد است، مایه بیرویرانی یک جامعه است، خانواده را محیطش فضایش به حساب برهم میزنه و ایر ناخوش میسازه و اثرات از سر اولادا، سر خانما، سر شوهرامه. ما شما دیدیم نتیجه طلاق. از این خاطر طلاق یک موضوع بسیار اساسی است که ما چی میکنیم، سرش کار میکنیم و انشالله تعالی این موضوع از این بود. داره موضوع آزادی است که ما این قسمت بسیاری پدرها شاید موافق ما نباشد، شاید باشند. اکثر ما حاضر نیستیم که اولاد ما برن به حساب یک دختر بیگانه را گفتی یگانه بیرون برن امرایش یا اوت یا دیت. خب تا جای کنترل داریم، ما شما انسان های دو پای کردیم، موترهایی که چار پای داره و با تلفن هایی که سیم نداره، ما از کجا ما میتونیم کل چیز کنترل کنیم؟ یگانه چیز میمانه ایست که ما اعتبار کنیم و اولاد خدا، جوان خدا به صورت بسیار رفیقانه این موضوعات آزاد صحبت کنیم. کسی که به سن بلوغ رسیده آگاهی بتیمش. در اینجا در مکتبایش مسائل
همین مسائل برشان صحبت میکنن، طرف مقابل یا جنس مخالف برشان دوارش میکنن که یاد آگاهی داشته باشه کمی هدف از این رقمی که خداوند ما را خلق کرده مذکر مؤنث آخر چی هست. این مسائل دیگهش که هوا و هوس و مسائل شهوات ما شماست، این بحث جداست که در کجا میره، چرا امی لذایز و امی چرا میره. خداوندش یک حکمت را خلق کرده که ایره انسان ساخته نمیتونه، و از مخاطر است که نمیخواد که نسل آدم تا وقتی که خود خدا خداوند جل جلاله میخواد که همین نسل ادامه پیدا کنه، و از مخاطر یک چیز خلق کرده در مقابل شگفتای دیگه که معجزه‌ای که دیگه که خداوند در وجود انسان ها و خلقت خود داره. یا میکنی از که هیچ وقت دل مرد از زن سیاه نمیشه و زن از مرد. خود طبعا پیش از ازدواج است، بعد از ازدواج چیزهای پیدا میشه که باعث سختی قلب میشه، میره محبت. اما خداوند خودش میگه در قرآن، میگه وقتی شما ازدواج میکنین شما مثل لباس های یکی دیگه هستین که به هم امتزاج پیدا میکنین، و یا تنها از نظر فیزیکی نمیگه، از نظر خود معنویات ما شما، یعنی روح روان ما یکی میشه با طرف مقابل، به همسر ما، و این بسیار مقبولیت داره. و خداوند میگه ما دهی ماوده، یا خود خدا الودود است، موده یا محبت در داخل عزیز دواجه که از صورت شرعی صورت بگیره و مندازه. و چیز دیگهش مهر است. آساس تا میایم سر خواستگاری هم گفتیم در امریکا مشکل است. ما اگر بگیم که جوان ها کلشان در خانه خود بشینند، چی دختر خود دخترها زیادتر زیر زی مسئله است که بچه ها بیاین در آزار تق تق بزن، متاسفانه حالی دوران او رقم نیست، بسیار کم نفر است که مثلا نمیتونه یک نفر را بپالد. اینا معمولا در بیرون میرن که دیگر هم میبینن، و چی به شکل علنی باشه چی به شکل مخفی، این کارا صورت میگیره. اما بهترین چیز که ما اولادای خود، جوانای خود برشان بفهمونیم اساسیت ها و چیزایی را که هست، این مقابل برشان بگویم، خطراتی که موجود است ما را برشان بگویم، شیطان زنده است و پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم که همه گپایش حق است و از هوا و نفس خود هیچ چیز نگفته، بر ما میگه، میگه شما با دختر و بچه جوان یا محرم نامحرم که دیگه دیگه خود هیچ وقت تنها نباشن. حتی در بعض قسمت ها پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه، میگه شما در اتاق که حتی دخترتان است از مدت که ضرورت نیست در اتاق زیاد نباشین. چرا؟ این بسیاری کسا سر ما قهر خواهد شد، اما یک قصه بسیار مشهور است تمپتیشن میگن، همی که شیطان چی رقم به فکر آدم بعض ایده ها را میده و تکرار شده. و دیده ما شما که در این جامعه چون دینداری و ترس از خدا بسیار کم است، ما دیدیم که این کارا مادر کده پسر، پسر کده مادر، به ادای ماف در بندازه بسیار رکیکش به حسابی چیزا تکرار میشه که گفتارش به زبان نمیه. پس از این معلوم میشه که ما همین تقوایی که داریم، همین دینی که داریم، دینداری ما را، دینداری ما را یک راه حل برش داده، و کسی که جوان شد باید ازدواج کنه. این که ما میگیم بشینه که بخیر فاکولته خود خلاص کنه و مستری خود بگیره و صاحب کار شد و موتر شد، این را اسلام سپورت نمیکنه. میگه کسی که بالغ شد، کسی که کاهل شد، خیر و شر خود تشخیص داد، زن بگیره. این چی مشکل ساخته که کس نمیتونه این کار کنه؟ این رقابت های ما شما، رقابت های فامیلی، رقابت های شخصی که هست. یک جوان مثلا میگه خب اگه من این دختر خواستگاری کنم از من چی میخواه؟ فامیلش از من چی میخواه؟ عین کارهایی را که در اطراف دخترای خود مردم تویانه میخواستن و مثلا در رقت میفروختن، عین کار رو به یک شکل دیگه اینجا ما میبینیم متاسفانه، در حالی که این مملکت پیشرفته است. شما باور کنین که آرسی ها رو ببینین که چقدر خلاصه است، چقدر ساده است، چقدر آسان میگیره. یکی از حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که میگه شما همی ازدواج آسان بگیرین، بر اولادایتان آسان بگیرین، بر خود. اما متاسفانه روز به روزی مشکل ما از اندازه بیشتر و بیشتر میشه و شکایت ها زیاد میشه. از می خاطر است که در بین فامیلام مشکلات جوان ها زیاد میشه. امروز ما شما، من نام نمیگیرم، فقط در ظرف 48 یا 72 ساعت پیش یک بچه جوان که 19 سال داشت و توسط یک دختر جوان که 20 سال داشت به قتل میرسه. و الله العالم تا جایی که میگن و این سر موضوع امیر فقط که یکی را کسی میخواه، یکی نمیخواه، دیگه کسی که او خواسته نمیشه، نه یک کس حتی با کارت میزنه. ببینین که گپ در کجا کشیده. ما میره تا
تکرار میکنم، هر چیزی که حرام باشه، چیزی که خدا و قرآن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم میده اجازه نداده باشه، خدا نخواسته و جگرخونی و تراژید این منتهی میشه. و از این خاطر هر چیز رای شرعیش رای است که خداوند او برکت مندازه. پس از همین جاست که ما ایت درس میگیریم که خداوند ما را سپورت میکنه در نکاح. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر ما توصیه میکنه و سنت خود میسازه که ما نکاح کنیم و در زندگی زناشویی خود ازدواج کنیم، داخل شیم و همه دید و بازدید ما از رای شرعی باشه. مثلا میگن که یک جوان که یک جوان دیگه کاشنا میشه باید که علنی بسازن در فامیلایشان بعضی کسایی جا و قبول، که یعنی همی از نظر لسانی همی توافق صورت گرفته و دید و بازدید از یام در صورت می باشه که یعنی سوپر وایز، یعنی کسی یاره مراقبشان باشه، یک برادرشان یا خواهرشان یا کسی باشه و گونه باشه در جایی که اجتماعات است یا تنها میشن و ما اجازه میتیم، این خودش در ذات خود بسیار مشکلات خلق میکنه. و ما امروز متاسفانه شما نایفم با نظر ما موافق هستین یا مخالف، همین مسئله نامزادی که هست در اسلام نیست که نامزاد کنیم دو نفر ایلا کنیم بگیم برین هاویی برین برین چکر بزنین، یا ما چی کردیم در حقیقت؟ ما بدون از این از نظر چی؟ از نظر از این کار شرعی کنیم، ما یک نامزادی است که با جواب قبول میشه، یعنی در حقیقت همی خودش تا جای عقد است، یعنی خودش وقت یک خطبه نکاح دو تا شاهد اینمی درش خوانده میشه شکل خود زیر بعض علما بعض نظریات است که همی خودش میگه کافی است دیگه، نکاح دیگه باید نشه. اما بعض کسا ایجاب و قبول جدا میکنن، نکاح دیگه هم میکنن. در این قسمت هم نظریات هست که ما در چوکی فقه نشتیم که چیزها رو براتون بگویم، اما شونه دیگه خودم میگم. پس در اینجا مشکل ما چی میشه؟ مشکل ما این میشه که ما جوانای خدا به حساب نامزد میکنیم و این نامزدی و حساب اختیار کلی دروازه کلی موتر کل چیز بر از یاد اختیارشان میگذاریم، میگیم شما هر چی که میگنید از ایباد آزاد هست، شما شکر نامزاد هست. بناره نامزادی ببینین وقتی که خداوند میگه وقتی که شما ازدواج میکنین و از نظر شرعی ما درش مودت مندازم محبت مندازم و هر چیزی که شرعی باشه خداوند محافظ از اون میباشه، شیطان از اون دور میشه برای اینکه شما یک کار شرعی کردین. پس در این صورت امکانات از زیر وجود داره که ای اردو نامزد در جای برسن که یا به حساب بتانن که مشکلات خود چی کنه نتانن کار کنه نتانن و باعث شوه که چه دا شوه. خود تا اندازه رو بسیاری کسا قبول کردن نه، یا خواهی کده که ازدواج میکرد و ازی کده به حساب بعد ازی جدا میشد خیلی بهتر است. خب ما در این قسمت نظر ما است که اگر ازدواج صورت میگیره پیش ازی باید دید و بازدید یا یک صورت میگیره به شکل شرعیش باشه، هم شکلی که بعد از او مسئله است نامزادی دو ساله و سه ساله و یا به نظر ما این در افغانستان هم رواج داشته. ما را که از دریچه دین صحبت میکنیم باید بفهمیم که در این چیزها را اسلام سپورت نمیکنه و کسایی که به نام روشن فکر و به نام اوپن مایند چیزها را میگه من ملامتشان نمیکنم، برای زیک هر نظر خود داره، اما بسیار موضوع اساس است دیگه. آدم نمیتونه کسی را گرین کارت بده که همی کار کنین، اما خود آدم فکر کنه و هر کس الله العالم خودش بهتر میفهمه. پس به یک نقطه میرسیم که همین شناختای اول و پسر و بچه که هست در اینجا بسیار یک چیز خوبه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که در اسلام هیچ بنای نزد خداوند محبوبتر و ارجمندتر نیست و جز ازدواج. یعنی ازدواج میگه هیچ بنا که میگه ما بنا میسازیم ساختمان میسازیم پیش خداوند محبوب و عزیز نیست، ارجمندتر نیست از ازدواج. یعنی ازدواج محبوبترین اساسی که ما شما میمونیم، قانونی از خانواده سر ازدواج جور میشه، آینده سر زمین. معذرت میخوایم سبب بخشید. الحمدلله. یعنی خود خداوند بر ما در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریح میکنه. و این رسیدیم گپ ما کسایی که میشنوه، ما میفهم جوان ها در بینشون بسیار کم است و اکثر کسایی که هستن یا صاحب اولاد هستن یا صاحب نواسه. با ما چی میرسه؟ صحبت ما چرا میکنم؟ از خاطر که ما بعضی چیزها رو متوجه باشیم که جوان های خود به حساب یا اولادای خود در این قسمت ها تعلیم کنیم، تعلیم بتیم، تربیه بتیم که چی گپ میشه. یعنی
اولادای ما شما رفتن در محیط کالج رفتن، دید و بازدید صورت میگیره، در جیم میرن دودی بازدید صورت میگیره، در بازار میگه دادید. شما ایج نه کنترل ندارین، یگانه کنترل که دارین نیست کنترل خودتان، هم ترست و محبت و امو ترست یا امو احترام و امو اعتماد شماست که اولادایتان را مورد پیششان باشه، هیچ وقت خرابی نمیکنن و به اجازه شما با امیدش رفاقت هم شرط است. اگر رفیق باشین یک اولاد براتون راست میگه که من چی میکنم کجا میرم، حتی اگر غلط باشه. امروز جوانای امروز بسیار صداقتشان معمولا زیادتر است از کسایی که سنشان بالاتر است و از محیطهای دیگه آمدن، یا زیادتر صاف هستن براتون میگن. و اگر ما از راه رفاقت پیش بریم، کوشش کنیم که برشان همی صحبت ها را یاد کنیم که باز اینا پس با ما دوباره یاد کنن. میگه بچه جوان شدی بخیر شرستک، و چی دختر باش چی بچه در فکرش باشین، آماده باشین برزی که یک سنت. باز بسیاری جواب ها را دارن که ولی ما درس خود ناز نخونیم. تا اندازه هم درست است که اگر در امریکا آدم کم درس هم نخونه، دیگری نداشته باشه، باز زندگی یک چلنج میشه در این قیمتی و مشکلاتی که هست. در اروپا هم همچنان خب، یعنی آدم کار بکنه که نه سیخ بسوزه نه کباب. و ما زوجایی را دیدیم که تازه ازدواج کردن اما درس خود تا آخرین لحظه خواندن. این مربوط دو شخص میشه که چی تصمیم میگیرن. اما کسایی دیدیم که زن درس خود خوانده کار کرده، باز به حساب در وقتش که اولادار را نگاه کرده، حتی اولادار بودن، شوهر رفته درس خود خوانده و اردیشان داخل همو سرتیفیکیت یا دیگری که لازم بود داشته، زندگیشان بهتر شد. مانای عزیز که زن و شوهر که دیگر سپورت کرد. این حالا مهم سر از این که خب فرض محال دو نفر ازدواج کردن و یا حاضر شدن خانوادهشان نامزاد شدن و به حساب عقد نکاح و بالاخره پلان گذاری شد که یا باید یک محفل بگیرن. این حالا سوال ده اینجا مه کمی محفل که ما میگیریم آیا شکلش چی رقم؟ امروز در افغانستان شما ببینین بزرگای عزیز، خواهر برادر مهربان و محترم، امروز در افغانستان کسی رفته باشه در کابل یا در اطراف، خصوصا در کابل، سالین عروسی باور کنین از دوائر دولتی که زیادتر است. از تمام چیزهای دیگه که در سالین های عروسی ره کر کدامش به هزاران نفر و حداقل 500 نفر هم میگیره و شما توقع دنیمیشه او روزی که مردم خون میخوره در این سالین ها پر است. و این مردم از هر جایی که پول میکنن، از هر جایی که یا قرض میکنن یا میرن از رای حرام به دست میرن یا دارن پیسه خود اینمیجا میزنن که نشان بدن که بچه فلانی عروسیش چی رقم بود. پس ما رفتیم به طرف عقب که رقابت و همچشمی و سیالی شریکی بود، امروز به نمایش و شوهاف تبدیل شده و این عروسی ها باور کنین خب زنا جدا مردا جدا آدم تا اندازه اگرچه تو در اینجا نمیشه خوی کار رو میکنن هم در سالون 500 نفر. فقط موضوع است که نان بخورن و برن. حتی یک دوست ما قصه کرد گفت ما رفتم گفت ما خوب بیدار این سالون رو پر کرده نمیتونم، من حداقل شما چقدر؟ گفت حداقل ما اینه مقدر است. گفت اول مقت نفر رو نمیشناسم، گفت تو خیلی پیسه رو بده باقیش ما میرم باقیش ما میریم. مانا از ایست که کل برمی پلاو خوردن و حساب کتاب دیگه میره. پس میم در این قسمت در خود امریکا صحبت میکنیم. یکی از مانعات و مشکلاتی که امروز جوانای ما داره از همین میترسن. مثلا با 32 ساله و 30 ساله رسیده بچه فکرش هست که ازدواج کنه، میگه ما آماده نیست. خب آمادگی ازی چی هست؟ اگه بگه ما میرم به حساب یک کار درست میداشتم این قبول میکنیم، یک کار باید باشه که آدم ازدواج کنه. و دوم اگر مثلا میگه در فکر یک خانه هستم که بگیرم، خویم درست. و اگر میگه در فکر از ایستم که پیسه جمع کنم که من 30-40 هزار دلار آرسی میکنم، این دیگه بار کنین کمر شکر است. امروز سیف کردن پیسه، جمع کردن پیسه کار بسیار مشکل است. پس چی میکنه؟ جوان ما کارتایی که داره نگه نگاه میکنه و یک دو تا کارت از رفیقای خود میگیره، میگه پس برات میتم. این همیز که در اگه عروسی که پیش خود فکر کرده بود که 20 هزارش میره که 300 نفر را نان بده، این جمع کیک عروسی و جمع موسیقی و جمع و غیره و غیره و چیزایی که شما میفهمین کلتون بوده، این گپش یک وقت میفهمه که 30-40 میبره. این حالا کردیت کارت ها پر شد، این بچه و این جوان قرضدار شد، این خوشی هم ته شد، یه البوم هم واس شد، کل کیف کرد از یه البوم هم که واه واه چه خوب عکس، واه واه چه خوب ویدیو، واه واه چه خوب موزیک.
بعد از چی شد؟ جگرخونی رو زمان شروع میشه. وقتی که بلا میایه یه واحد و قدر نیست که بلا رو بتن مینیمم شما مکمترین شما داده نمیشه، آستا 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 یک کردیت کارت خراب میشه، دیگه کردیت کارت، کردیت کارت بابا یا رفیق و دوستم گرفته وام داده نمیشه، موتر را که خریده به قرض او رو به حساب کوساینر کدام کسی برش کده به امضا کده، روابط خراب میشه، دوستا از پیشت خفه کلگی. و همین کسایی که من دمی عروسی همین نانای مفت میخورن که به حساب خبر شدن، همینا یکیش به حساب دیگه در زندگی زی مردم اکثرش رول نمی داشته باشه، اولاداشان کلان میشه و اگه باز در لستشان باش در کدام مرسی دیگه اگه ببینن در غیر زو زنگام نمیزنم توفیق خود اعلام میتن میرن. ما این چیزی که براتون میگم تجربه شخصی خودم است، ما در نزدیکترین نفرهای خود دیدم میره که زندگی یک انسان به اندازه که داماد در گریان آمد که ما 70,000 دلار از سرما مصرف کردن که فال ما خاندار است، ما اولاددار هستم، کار ما پوره نمیکنه، ما مجبور هستم. بالاخره میفهمیم خانه را خریده بود بیچاره، خانه خود ریفایننس کرد، پیسه کش ازش کشید، خود قرضدار ساخت، کوره داد داخل امو خانه را نگاه کردن از خانه هم از پیش رفت چون پیمنتش بالا. پس ما پدرها و مادرها بزرگایی که پروگرام از این برنامه یکی را مشتهیم بین که از این چیزها تیر شیم، اگر تیر نمیشیم بسیار آسان تر بگیریم، ساده تر بگیریم. با خدا ما قسم میخورم امی حلقه نزدیک فامیل و بسیار دوستای نزدیک کافی است، ضرور نیست که ما 300-400 نفر 500 نفر جمع میکنیم. بس برای خدا این محافل و محافل افغانستان وار نیست که تا موسیقی رو سرش گب نمیزنیم که باشه و نباشه و یک دیپارتمنت دیگه است که سرش صحبت شد، اما اگه موسیقی که می باشه که است که دیگه چاره کده نمیتونه غیر بسیار، اما موسیقی نیست که در افغانستان یک کسی یک استاد یک کسی شده باشه که در یک ارمونیا و طبله یک تخو پخ کنه کل قصه خودم کنه و نایدهش 24 سال رقص باشه، یک دو نفر زن و مرد از نزدیکا چی میکدن او رو به بسیار به حساب به شکل پوشیده و به شکل گفتی اگانه که یعنی قابل تشویش نبود. و در غیر از او کل میشتی آرسی ها دید و بازدید دهش میشد، حتی نانم که خورده میشد، کل چیزا ما به حساب از او چی بود که همون هم در اشتیالو چریکی بود، اما ما شکلش هم میگم. اما در اینجا شما باور کنین، من مطمئن هستم کل تا نمیال کرد، من هم نظر هستیم در کدام آرسی رفتین که یک دو دوستان از 5 دقیقه زیاد گفتان استاد او رو سر نان خو سر نان خودم معمولا گپ هم نمیزنن، گپ بزن نان چی رقم بخوری، خو بین گپ و بین صحبت نانم نه نان سیادم خوردم میتونم جویده میدن نه صحبت خو هم نجام کل از اینمی دنگ و دول است. ما طرفدار موسیقی هستم، مادم چی نیست موسیقی که داخل چوکات باشه و که موسیقی که به حساب خوشی بیاره به حساب بندازی که از اخلاق و از چوکات خارج نشه. اما امروز موسیقی ما شما نتنه که او کار رو نمیکنن، خواندنا و شعرهایی که در خواندنا میسازن این در حقیقت اکثرش که بخونین این کلش چیزای نیست که باید در گارسی خوانده شوه، چیزایی نیست که برای عروس خوانده شوه، این در حقیقت غیرت افغانی ما را و کل اما حیا و یار افساستا ما پرداش دریده میره. پس رقصا قسمای دست جمعی شده مثل دسکوتک شده، کلگی مدرای ساز بسیار بلند است و اگر کمک پخش باشه کسی مهم میگه بلندترش کو. از یک خواندن مست و دوتا مست که خلاص میشی میگی والا خدای شکر که نال یک آرامش آمدی خوانده، یک دو خواندن آرام با اصطلاح خودشان آرام کنن، هم یک خواندن آرام که خلاص میشه ببینی که کلای اوغانا اوغانی مدراین و حتن شروع میشه که ما چون ای از کجا بر آمده که ما یک طرف میم این لباس ها را سعی کنین که نامناسب اکثرش نامناسب و کلش تمام گفتیگانه چیزایی که باید معلوم نشه خدا نخواسته چیزها کلش در میدان خدا میدان خدا راستی گفتی اگر و اونمو کالا پوشیده می باز این کلچر افغانی رو نمایش میدن خو نمیشه که دو کلچر آدم در این زمان نمایش بده این مانای از چیز به در حقیقت چیزها کلش رواج پیدا کرده. آرسی های ما شکل تقلید و خود گرفته، نه هندستانیستیم امروز، نه پاکستانیستیم، نه ایرانیستیم، نه افغانستیم، در بین کلش گم هستیم. یک دفعه میبینین که موزیک هندی مانده میشه کلش کالا هندی و ساری پوشیده میشه یا پنجابی در میدان هندستانی میشه، دو دقیقه بعد ایرانی میشه. حالا می که مثلا یک کس در مابین میرخصه گرد زیر حلقه میزنن در کجای افغانستانی گپ کل باز یک میشینن این کلش یک بسنجین ما والا بسار زیاد در یک قسمت بسار جای تاسف است. ما در نسل اول همه چیزها رو به حساب داریم از دست میده. از او خاطر ازدواج بسار چیز مبارک است
و ما مشکلات قسم خلق کردیم که امروز ما در حقیقت جوانای خود تشویق میکنیم غیر مستقیم، که چون ما یا شما بعض وقتا جوانا در این مقصر از جوانا گپ پدر مادر را نمیکنن. لال پدر مادر در موقف قرار میگیره، حتی پدر مادرهایی است که امروز اولاداشان میرن به حساب به نام اهل کتاب در بیرون ازدواج میکنن. این اهل کتاب برای ما شما یک مشکل دیگه ساختن که بسیاری کسا معنای از اهل کتاب نمیفهمن. یا کسی که بیای به حساب در سینه خود مثلا صلیب بکشه در خانه خود، حضرت عیسی علیه السلام برای به حساب به جمع خدا بگوید، این خود اهل کتاب نیست. خود درست است که در اهل کتاب بعضی کسا هم گپا را میزد، ما امروز مسلمان ها هم داریم که بس از اسلام میبرند میره مشرک میشن، اما اهل کتاب که تعریف شد که داره قرآن این رقم نیست که شما برین یک کسر کافر است بگیرین، یک کفر که مشرک است بگیرین و باز به خیر مسلمان میشه. تو از کجا میفهمی که مسلمان میشه؟ و چیزی که قرآن گفته، حق گفته، طرف مقابلش که گفته دلایل خاص خود داره که سر ازی علما صحبت کردن که اگر یک مرد مسلمان میره یک زن اهل کتاب میره، چانس از این داره که قوامون یعنی قدرت و استقامت مرد باعث شده که زن طرف اسلام بره، نمبر یک. و دوم اگه نتانست اولاد خود به طرف اسلام بره، در غیر از شوهر که ضعیف باشه حتی خانمش هم میتونه که اولادش به طرف دیگه کتاب و دیگه دین بره. و ما شما میفهمیم که خداوند در قرآن واضح میگه که هیچ دین غیر از اسلام بر ما قابل قبول نیست. این دقیق قسمت ما فکر کنیم خداوند این قرآن ما خیلی غلط است، این قرآن اگه ما شما برای چی ایمان داریم، خیلی قرآن چرا اینو گفته؟ پس به این نتیجه میرسیم که ما در سرگشتگی و پریشانی و حالت تردید به سر میبریم و اکثر ما یکی دیگه خود گوسفند وارد تعقیب کرده میریم. همین دخترای جوان ما که به چی امید و آرزو از پدر و مادر مسلمان آمدن، امروز میرن در خانه کسی که به حساب قرآن در خانش نیست، اسلام در خانش نیست، اولاد از این چطور میشه؟ اینا آدم های کود کود آدم های روشن فکر پیدا میشه و میگینی مردم ها کلشان کود ها فکر هستن و ملاستن و چلیستن. دیگه دیگه برادر ما نه ملاستم نه ملایی کردیم نه مرا کسی درس دین داده، ما کامن سنس خود تجربه خود همین چیزهایی را که دیدیم در پیش شما مندازم و این ضرورت نداره که کلی حتما عالم دین باشه که مسائل بفهمه. باید یک مسلمان به عکس یک انسان کل ما باید چیزا رو بفهمیم. پس در این قسمت بپا که خلاصه کنیم، ما کار خود بسیار مشکل ساختیم. یعنی در حقیقت مجالس عروسی ما به شکل بسیار غلط روان است. اگه بوری چی کنی اگه نری چی کنی، یک دوست عروسی کرده ازت خواهش میکنه خبرت میکنه، اگه نری خفگی ها رو میره دلچرکی ها رو میره، اگه بوری چی کنی. چیز موضوع دیگه که از در ازدواج که برای ما بسیار پیشمه همیشه مهم بوده چیز نکاح است. حالا میبینیم که نکاح ها را متاسفانه پیش از پیش در کدام جای دیگه میکنن و این تنها محفل تجلیل از او است که به نام عروسی که میگن، یعنی نکاح را مازش کشیدن. سابق نکام اکثر نکاح ها داخل سالون میشد، همی هم غنیمت بود. بعضی کسی که میامدن که آرزوی شنیدن از این موزیکای گرم گرم نداشتن که برن فشارشان بالا بره، گوشایشان سبا پیش دکتر و اینا، از او خاطر میخواستم نکار رو ببینن، یک لقمنان اگه خوردن نخوردن یک تبریکی میدادن میرفتن. اما امروز امور هم از پیش ما گرفتن و نکاح خصوصی شده. والا نکاح وقت شده مثل که ختمای قرآن شریف جور شده که بیادر میری که یک دن قرآن شریف در سر میز نیست، بر ختم هم خواستنت دلت آرزو داری که یک سپاره بخوانی یک نیم سپاره، میگه والا کلش خوانده شده، فلانی جان 20 تا شخوان خدامش 5 تا شخوان. و ای گپا کلش در بین ما رواج پیدا کرد. بسیاری کسا کست هم میمانن، از روی کست ما دیده شنیده بودم که دو دانه کست یک کس مانده بود، میگه بدر دو تا کست قرآن میمانی چی وقت میشه؟ میگه ایره قمی زودتر ختم میشه، دو تا کست اگه بار در خط و کست ها میخونه ختم میکنه. خب من نمیگم در این قسمت که خواندن قرآن گوش کردن قرآن کار خراب است، اما همین چیزا کلش در حقیقت برای ما شما یک چیزای شکلی چیزای فرموله تی شده، ما هیچ کار درست نمیتونیم کرده. بار کنین ما در عروسی یک گفته اگان یک دوست خانمم که امریکایی است، دو تا امریکایی خبر شد و این که از این بسیار دیر همکار بود و از این خواهش کرده بود چندین دفعه که بیایی، مرا گفت میری، ما گفتم بیا برای تغییر. ما هیچ وقت در عروسی که از غیر عروسی امریکایی رو ما از نزدیک مراسمش ندیدیم، ما گفتم برو ببینیم یک تجربه که چی هست. باور کنین ما اینجا رفتم، اول کل از یا بسیار خدا کشفش نده آرایش از یا
آرایش خانم های زیاد بر کمترین ساده ترین مثل که در بازار فقط بسیار با که سعی کردم عجیب بود ولی کالایشان باور کن اکثر کالایشان نقل پوش پوشیده یک چند نفر اگر کالایشان کمه چی بود که نظر به این مجلس هایی که دور از مجلس های ما شما باشه اگر باشه بسیار زیاد یک مجلس آبرومند من گفتم میتونم برم یا شش تن دارس داماد آمدن رفتن در مجای که باید استاد میشدن که نکای به حساب زیاد نکای زیاد خاموز که کتاب میخواره پریست یا اسقف یا هر کسی که میگن اینو میخوانه و دختر که بچه هر دوشان روبرو استاد هستن و در اینجا دختر میگیره یک کاغذ بر بچه میخوانه همی آرزوهایی که داره چیزایی که دربارش برش میگه و بچه بر دختر میخوانه این چیزایی که بسیار داخل چوکات نه که مثلا تو بر مای قمایم هستی که تو که در زندگی ما داخل شدی مای تو کدت وفا میکنم اتر تکرت میکنم با در اینجا خوشو که به حساب یعنی بر داماد خوشو شو یا معکوسش باز اینا هم کاغذهای دارن بر دارس خود میخوانن بر داماد خود باز از برادرایش هر چیز گفتنی های خود میگن سر استیج یا غیر خود فامیل دیگه کسی نیست و باور کنید نه تو اینطور نیست که باز در سر تخت کل ما بالا میشیم عکس های یادگاری میگیریم کیام تا اندازه دادم قبول کرده میتونیش اما برای کسای نزدیک اما یک وقت میبینیم کیام از کنترل خارج میشه به هر صورت این دردایست که ما برای شما گفتم بازی دو نفر میان تمام فامیل از یا هر کدامشان جدا درباره یکی دیگه صحبت میکنن بین خود خوشی میکنن نانشان برتان بگویم باور کن یک آرسی میرین در سر تپه بسیار جای مقبول اما بسیار ساده نانش سه رقم هم سه رقم یک توت مرغ یک توت مرغ یک پای مرغ بود یا ما خب در اونجا نخوردیم برای زی که ما مزرعه داشتیم بر ما رقم چی شاوردن ویژیتریان در پالویزو یک کم چی از امی رقم که ما شما فاصلیه میگیم اگه غلط نکنم فاصلیه در پالویش بکر یک توت نان حتی سلات هم نبود سلات بود بخیلیم بس اینمی نان یک آرسیش و خودی کیکایی که پسان شما در اینجا میبینین کیکای چند منزله که ما میسازیم کیره با داخل روز هیچ کس نمیخوره چون کلگی فشار خون داره شکر داره و این کیکا بیچاره در سر یکی دیگه میفتده خاره کی میره من نمیفهم کلش هم شیرینی با خدا کلش ساعت ما شما رو خراب میکنه و این کیکا میره الکه در سر کیک یخ مالک در آرسی رفتیم اینجا در خود آرسی جنگ شد داماد ببخشید خود پدر چی را کدش جنگ کردن پدر آرس پدر آرس شور میخوره مفته کیک چپه میکنه کیک دو منزله اینا پیشی ما چپه شد باور که آرسی به اندازه بیرو بار بود ما در تاقا ششته بودیم و چی جبر کل را خبر کرده بودیم اینی تو گپا حال خوی کل گپا تیر شد اگه ما بعضی چیزها را کده خدا آورده مالی نسل نه ما خب باید کارها را نکنه ما بر از یا تحصیل تعلیمشان مهمتر است ازدواج های از یا باید بسیار ساده باشه سر از جوان ما بسیار زیاد فشار نبریم چی فامیل دختر است چی فامیل پسر شواف نکنین کس دیگر چند وقت پیش آرسی شد ما نام نمیگیرم از داخل ما خبر شدم که جوان دو کاره میزنه و میخواد که سر از هم آرسی و هم تخجمی و غیره غیره را کرده و این بچه خودش هیچ قرآن خدا نداره کلش با قرض و شب روز کار میکنه که پیسه تم آرسی را بار کنیم ما خبر بودم بر خانم گفتم من نمیرم چرا گفتم همین پیسه رو که مصرف که در جان من نمیشینه بر من حرام میشه برای که بیچاره با چیز مشکلی نان چرا من نان بده ما چی میشناسه میره یا کس دیگه که او رو میشناسه یا خیش هایش من رو خبر کرده من میگم که در میارسی ها یا دوست های بسیار نزدیکه که در زندگی تان رول بازی میکنن که در غم و خوشی تان حتما هست یا رو خبر کنین یک نان ساده بگیرین با خدا موسیقی رو اگر میکنین امروز باور کنین همین دیجی که میگن حال نگوین که من کدام فتوا دادم در اینجا هم واقعیت هست اگر من چیزی رو میگم کل ما شما انوالو هستیم امی که میر خود دادم انتخاب میکنم موزیک که چی را بان چی را نمان به این صورت یک کنترول دگام بشه میتونین موزیک بشنون الله اکبر امی 7000 8000 بر خواننده باور کنین که هر کدامش که میر امو خواننده خوب هم که میر دیگه چی را میخوانه وقت نداره که بخوانه برای که سرش کلش خواننده های مست میکنن کلش خواننده های رقص و گرم گرم از اون خاطر من با اگارزو در اگارسی دوست ما بسیار اصرار کرد رفتیم و یک خواننده از قرار معلوم یک خواننده بسیار مشهور من بود ما آرزو داشتیم که چند پارچه بشنیم که حداقل یعنی موسیقی کیفیت داره لذت داره در جایش اما باور کنیم که مایوس بودیم ما از نصف پارچه برام چی ضرور است که آدم بیاد
دیگه از این خاطر مرا به حساب چی نگیرین، صحبت هایی که ما میکنم صحبت هایی است که کلگی در زندگی یکی دیگه خود میبینیم. و دعای پدر و مادر در ازدواج بسیار شرط است که پدر و مادر جوان رضایت حاصل کنند، چون رضایت پروردگار ده است. جوان ها اگر گپ مرا میشنون اگر نمیشنون به گوشم رسند شک نکنند. پدر و مادر سر شما حق دارد و خداوند حکم میکنه که از یا شما پیروی کنین یا را به حساب چی کنین، گپشان را در زمین نندازین. از این خاطر پدرها و مادرها باید اول پدرها و مادرها از این حالت همچشمی و سیالی و شریکی و مقام دارم مسیال دارم شریک از این برای اگه در افغانستان میکنن، خب میگم که محیط است که هنوزم بیسوادی است، هنوزم جهل است، هنوزم خرافات است. وقتی که در امریکای کار آدم میکنن باور کنین جای تاسف است. من خدا کنه که خود ما خداوند دهی امتحان نکنه، ورزی که ما یکی از شما است ما کدام فرق ندارم، اما ما آرزو میکنم که به می شکل باشه که من میخوایم، و اگر کدام شکل دیگه بود دیگه شاید من نظرم تغییر کنه یا اگر اکسال ما نشان بتم خود را قد باعث ناراحتی ما خواهد شد. و درست است کسی که پول هم داره، امروز باور کنین یا روسی های ما و شما همه قدر دهش اصراف زیاد است، این چوکی ها را پوش کردن و بو زدن ماناش چی؟ الا این که کار را سعی کنین، این گلای سر چی هر کدام از این جمع بزنین با حقین 40-50 هزار دلار. برای خدا امروز در افغانستان ما براتون نشان میتم داخل از این ویدیو، ما یک مسجد برای 4 نفره که در دشت بیسا میخواستن عبادت کنن و 3,500 دلار ساخته. ما 4 به 2,500 دلار بر مردم کندیم که در دشت هوا نداشتن. ما مکتب ده 10,000 دلار یک مکتب 120 نفر به حساب جور کردیم. ببینین که زی پول چی کار شده میتونه. این کار ندارین ما براتون نشان بدیم چی کنیم که زی پول پس انداز کنین بر کالج اولادایتان، بر ایژوکیشن اولادتان که در امریکا امروز درس هم از پیش ما شما گرفتن. امروز اولاد ما تا که ممتاز نباشه بسیار چانس کم داره که بره کالج و مکتب با درستی بخونه، برای اینکه تمام پروگرام ها قطع است، کمک ها قطع است و یک محصل از کجا کنه. پدر و مادر که پیسه نداره، من میگم امی پیسه را که مصرف میکنین، پدر و مادر را که به اولادتان میکنین برشان برین شرسته یک خانگه که کنین، که اگه اینده برشان شد پیسه چون در اونجا سیف شد کردیت برشان شد، برین برشان برای اولادایشان توفه بدین برین کالج برن، یا برشان کار کنین که به دردشان بخوره. با خدا باور کنین هر چی که ظرف هم در خانه ما شما داشته باشیم بازم از چند غوری و بشقاب زیزت کار نداریم. کل دیگه ایش کس برای دیزاین دیکور است. در کل ما شما تقریبا مبتلا هستیم، اما باش به هر صورت اما هدف زیاد ما سر عزیز که به این که ازدواج های خود ساده بسازیم، به این که سر اولاد های خود آسان بگیریم، به این که اولاد های خود درست ترین کنیم که دشان رفیق باشیم، برشان بگویم بچه‌م اگر میخوایی که خوشبخت شوی زیاد تال نده، سن میره و 35 و 40 بعد از ازدواج میکنی، وقتی سن کلان شد اولاد آوردن دیگه جنجال میشه، حوصله نمیمانه، باز بعد از او کلان کردنش از امو خود سن کلان کسایی که ازدواج میکنن یا سخت گیر میشن، خورده گیر میشن، یا هیچ ازدواج نمیکنن، یا ازدواج میکنن اولاداشون یا به حساب. اینجا به خیال ممی چی مسجد مانده امیر که شما سل میکنن این در حقیقت یک عکس یک مسجد است که خوار محترم ما که اسمش را میال متاسفانه فراموشم شده در استرالیا و یک برادر ما از ویرجینیا و یک برادر دیگه ما از یک شهر دیگه و جمع چند نفر تقریبا با 3,300 یا 3,400 دلار ما این مسجد را تکمیل کردیم. کلکین هم داره، قالین هم داشت که کس دیگه انداخته و این محل عبادت یک قریه است که داشت مسجد نبود یا در سر برندای پیشتی خانه خود نماز میخوانن یا ده زیر یک درخت، اما امروز الحمدلله مسجد دارن. و بعضی کسا ما میفهمم که کد مسجد هم مشکل دارن، چرا مسجد ساختن، اما ببینین این مسجد ما برای مکتب هم استفاده میکنیم. اولادایشون در اونجا خاک بازی میکردن، گفته اگر تشلا بازی میکردن، چارمغز بازی میکردن، ما ایره گفتیم بدر ما این مسجد هم میسازیم، هم نماز بخونین هم بعد از وقت برین اولادایتون که در اینجا درس بخونن، تا که مکتب برشان جور کنیم. واسه مکتب هم پلان داریم، ایمان فاوندیشن یا مسیح خیری ایمان که در افغانستان فعال است، که خودش مسئله اقتصادیش از دیگر جای برادرها و دوستان نزدیک رو تمویل میکنن و ما این کار رو کرده میره. عکس انداخته پسان ویدیوش هم داخل است اگر امید جان پرده، اما از خاطر که عکس در پشتر خود دیدم گفتم ما یک
چی داشتم، یک تعهد داشتم که نشان بدم خواهر عزیزم که امیال اسمت فراموشمش صالحه جان است و خیلی دا استرالیا، زیادترین پولش هم اونا دادن. این نتیجه کارتان میبینین، مکس های دیگه هم دارم، انشاء رو برای دختر شما ایمیل میکنم، ایمیلش هم ندارم. و شما بس خداوند شما رو خیر بده، حجر بده. دیگه موضوع دیگه که از در قسمت ارنجمنت است که یک مود دیگه برامده که از اینجا میرن از افغانستان دختر و بچه رو میگیرن. این کار بسیار خوب. امید جان میخواه کم ویدیو رو پرتا در این ویدیو مسجد کمک خوبتر میبینین، برزی که میره واده کرده بودم انشاءالله مسجد هم میتونه جز صحبت ما باشه. اما در حالی که ویدیو رو مندازم امید جان، ما صحبت خود دوام میتونم، دعای پدر مادر رو بگیریم. قرضداری های بعد عروسی بسیار زیاد پرابلم های کلان خلق میکنه، تا از دواجا رو به حساب ختم میکنه. بعضی تا نه شروع میشه میگه از دست تو بود که من قرضدار شدم، هر دوشان بین خود بین فامیلا مشکلات پیش شده دیگه. و دیگه برادر گل، خواهر گل، میتونیم ما در یک محفل یک سالونه که بسیار کوچک یک 50-100 نفر جای کنیم، در یک جایی که یک رستورانه که بسیار خود فرق نمیکنه. حال خادم نمیگه امریکا ما شما درویش زندگی کنیم، اما اسراف نکنیم، هر کاری که میکنین خوشی کنین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اجازه داده که محفل خوشی شما به حساب از غم شما فرق داشته باشه. برای اینکه اگر خوشی نکنین، مردم به طرف ازدواج یا رغبت پیدا نمیکن، میگن البته یا یک کار است که پیشان ترشی داره، یا یک کار است که جگر خونی داره. جوانای ما در این قسمت مایوس میشن، ما باید در خوشیشان خوش باشیم، در این شک نیست، اما از اندازه تیر نشیم. و این کل ما قبول کردیم. و حتی ما یکی از علمای دین که بسیار معتبر است، من دیدم پیش ما علمش یاش، اما وقتی دیدم که در نکای دختر خود البته مردانه بود، در میدان به حساب یک چرخ زد، یک نشان داد خوشی خود، ما ازش پرسان کردیم، گفت دیگه خود کدام مشکل نیست، برای که خوشی خود آدم نشان داد از اینکه دیگه مولاد خود وقت این موضوع مردا بود. یعنی ما دیدم بسیار خوشم آمدم درش نشیدا چی میشد، رقص های یا دیجه داشتن، منتها خواندن های بسیار موزیک های خوب و نشیدار مانده بودن، نمی خود عروسی را و حساب یک مقبولی داده بودن. در اینجا شما همی چی را که میبینین در اینجا ازدواج کنید و طلاق ندهید، که طلاق خداوند هر شیلایی را به لرزه می آره. میبینین چقدر گپ کلان است. یعنی در حالی که قرآن بر ما میگه سر طلاق و شرایط طلاق و کل چیزها رو بر ما در سوره نساء صحبت میکنه، اما میگه خداوند خوش نداره طلاق. این حال کل گپای ما دی خلاصه میشه، اونم تو که فامیلا رو میبینن طلاق قیچی میکنه، بسیار مقبول همین کلیپ نشان میده. از این خاطر صحبت بسیار دور و دراز است و من میخواستم یه زیادتر دوام بتم. و یک چیز دیگرم در آخر میگم که ازدواجا شروعش به هوا و هوس میباشه. کسایی که اول میگن من فلانی در خوش دارم، یا اکثرش از روی احساسات و هوا و هوس میباشه، بازی پسانا شکل دیگر هم میگیرن. از او خاطر بهترین توصیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنه که برای کل ما برای اولادای خود بگیم، میگه شما اگر یک مرد هستین یک زن با چهار صفتش ازدواج میکنیم، اول از خاطر مالش، یا از خاطر مالش، یا از خاطر نام و نشانش، یا از خاطر زیباییش، یا از خاطر دینش. میگه از کلش که در پیش ما دینش مهمتر است، دیگرایش در جایش باشه دینش مهمتر است. یعنی کسی که دیندار باشه در هر شرایط میتونه بسازه. چرا؟ خدا را همیشه در زندگی خود حاضر میبینه و کاری که میکنه نتیجهش هم شوارش ازش راضی میباشه و برای که زیبایی از بین میره، سروت از بین میره. چوکی های کلان ما دیدیم که رئیس های جمهور شده در خاک، دیدیم که کسایی که رئیس جمهور هورا و هورا میگن در تانک موتر و حساب مردن، مثل ببرک کارمل و امثال از این چیزا رو ما شما بسیار دیدیم. پس مهمترین چیزی است که ازدواج باشه. اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چقدر مقبول میفرمایند، صلی الله علیه و آله و سلم میگه زیباترین ازدواج ها آن است که آسانتر انجام گیرد. امیر دیگه برتون کافیست، آسان اما نظر پولیش، اما نظر از اینکه سخت نگیریم. میگن یک جوان مؤمن، یک جوانی که تثبیت کردیم که جوان مسلمان است، جوان خوب است، آمد دروازه‌تون رو تق تق زد، دخترتون خواست سرش یک ذره چی کنین، اما
او را جواب ندین، یعنی سرش تحقیق کنین، سرش تجسس کنین. و رضایت، آه سوال بسیار مهم است که رضایت دختر و بچه شرط است. ما هیچ کار رو تحمیل نکنیم برزی که ما امروز شنیدیم بعضی کسای ازدواج کردن از خاطر که پدرشان مجبور ساختهشان و یک کاری زندگی ها کلش ناکام است. همین خودکشی ها، همین دردانه کسایی که خود در میتن کلش باعثش اینمیست، اینمیست که ما ازدواج ها رو تحمیل کردیم سر اولادای خود و از این خاطر ما هیچ وقت موفق نمیشیم که این رقم کار خود درست انجام بدیم. باید اولادای خود بشانیم، پرسانشان کنیم و از طرف دیگه کسا بگیم شاید از ما حیا کنن. اما یک کلچر دیگه ما داریم که وقت میگه سکوت مایه رضاست. برادر سکوت میتونه حیا باشه، سکوت یک آدم نمیتونه که در مقابل پدر خود به حساب از روبر چیزی بگوی از حیا. و این بالاترین سطح حیاست که ما در شب روز بسیار کم دیده میشه. اما این به این معنی نیست و این همه سر چقدر مردم ها خود مادرهای ما شما را سعی کنین کسایی که از چقدر ظلم شده سر از یا چهار زن و پنج زن گرفتن عدالت کرده نتانستن و الحمدلله فامیل کلان بوده. این مسائل میراث، مسائل تقسیم، مسائل کلش سرپرستی، کل جنجال شده برای که همین بزرگای ما اکثرشان مسائل دین درست نمیفهمیدن و کسایی که برشان تبلیغ هم میکردن نمونام درست برای زیاد تشریح نمیکردن چون خودشان یاد نداشت. از این خاطر هر کس یک سال گرفته بود. رضایت بسیار شرط است که دختر و بچه پرسان شوه. این کسایی که از افغانستان اینجا میارن خانم یا نظر نیک است، من میگم هر چقدر از شرایط افغانستان آدم خانم بگیره بتونه بیاره مشکل نیست، اما به شرطی که چشم پت نگیره. باید بره دختر ببینهش، بچه رو ببینه، برای که اتو شده که مثلا یک چیز نشان دادن وقتی که اصل نفر آمده یک کس دیگه این کارا شده نیست دیر شال. و این چیز دو خاطر فقه ها میگن که شما باید حالا فتوا را میتن میگن دختر در محفل حاضر باشه که ایجاب قبول صورت بیره که دخل ببینه کی را میگیره. پیش از ایجاب قبول در مراسم تعصب یا خب بیاز جای تعصب از دیده نمیتونه پیدا میره. میگن به شرطی که نفرای نزدیک شاهدی باشه دیگر ها خیلی بره که دخل یک دفعه در حضور کسی که نکار بسته میکنه ایجاب قبوله که این دو نفر یکی دیگر را ببینه. یه تو نشه که دور بار بره خوارش برش طلبگاری کرده برش دیگه کس گرفته. این چیزا شده باور کنید قصه حقیقی است. کلتون قصه دارین که یک کس طلبگاری کردن که آمده برش دیگه کس و آدم بند مند تاوال زنش تاوال تانه زیر میخوره. این کارا شده. این زندگی ساتری نیست. این زندگی آدم نیفهمه چند سال زنده می باشه. اولادای هم که سر کلگی تاثیر میکنه. پس بیاین ما گپای خود جمع میکنم برزی که فکر میکنم دو سه دقیقه دیگه مانده برنامه ما از یک ساعت باید زیاد نشه برزی که هم خسته کن میشم وقت ما زیاد دشتی میشه. امروز یک مشکلی بسیار کلان دیگه برآمده که نو نو در جامعه ما خبرایش میبره. مسئله همی هم جنس با هم جنس ازدواج میکنه. توبه توبه. این دیگه نهایت به حیایی و نهایت چیز که در مرز ها میبره. اگر کسی یک کار میکرد در خفا میکرد حال برالا اول خیلی چیز در افغانستان نبود، در کلچر ما، در کلچر اسلامی نبود. حال که این ممالک چیزها را قانونی ساختن حال آستا آستا از زیر پله و ملیا میبراید و مایچ داره و بسیاری کسا در این مجلس ها اشتراک هم میکنن. ولی بسیار موضوع اساس است. اما خودم شخصا تنفر ندارم از این کسا، اما رقمی که برزی ها فامانده شده، رقمی که برزی ها تشریح شده در این مشکل است و این یک موضوع بسیار اساس است. این کار من ایست سرزی صحبت کنم شاید جوابای ما قانع کننده نباشه برزی که چندین بار به این سوال ها ما برخوردیم، اما بسیار اساس است و بسیار کسا همین فامیلا همین مشکل پیدا کردن و حیران هستن که چی کنن امرایش. و ایره من فکر میکنم که ما مساجد خدا همین موضوع نکار ما یاد کردم. امروز کمترین نفر داریم که در مجالس نکاح برای که نکاح رو بسته کنن و اگه نکاح رو بسته میکنن و نکاح اکثرا به زبان فارسی است و جوان ها که نکاح میکنن همسنای ما یا چانس بسیار کم است که نکاح کنن غیر که کدام مزد شرعی داشته باشن در غیر زید. کل جوان می باشه. جوان اکثرش انگلیسی می فهمه. ما باید در نکاح باید خود با یا در داخل سالون باشه. در اینجا زیادترین وقتش بگیره. زیادترین صحبت سر خود داماد و عروس و داماد باشه. سر نکاح باشه. سر مقبولی های نکاح باشه. که دیگه جوانان به حساب چی شوند. کلشان تشویق و ترغیب شوند. یک عکس دیگه از مسجد است پشت سر ما که می بینین پیش از یک پلستر یا شوند. بر صورت
دیگه از این خاطر این موضوع مهم است. ما در این قسمت باید صدای خود را بکشیم، از علمای خود خواهش کنیم که این مشکل ما را حل کنند. ما امروز غیر یک دو نفر سه نفر برای نکاح کسی را نداریم، و کسایی هم که میرن نکاح میکنن نظریات شخصی خود در او اضافه میکنن، مسائل مرد و زن میرن، مسائل چیزها را میرن که هیچ قابل قبول نیست، و این توهین تحقیر به مرداست و چیزایی که برقمه که میشه. ما خودم شاهد دو سه تاش بودیم در میز نکاح نزدیک نشدیم، برزی که رقمی که صحبت میشد درست نیست. چرا؟ برزی که هیچ کس در این مسائل سم نمیگیره و ما مجبور هستیم که این نفرها را مجبور هستن که بیارن. پس این کار کسایی است که در راه دین قدم ماندن، در راه دین تحصیل کردن، تعلیم کردن، یا باید بشینن و همین مشکلات جامعه را به نظر بگیرن. مسائل نکاح ما باید معلوم باشه، در سر جنازه ها صحبت ها معلوم باشه، که باید ما یک منبع داشته باشیم که مردم بره از اونجا مشورت بگیرن. ما مریج کنسالتمنت کلانترین چیز مشوری که بر ازدواج میگیرن ما نداریم متاسفانه، که دو نفر پیشی که ازدواج کنه باید مشوره بگیرن. این مشوره دیگه مسلمان های کار دارن، بسیار نتیجه خوب داره. مثلا کلی چیزا رو میشنن بردوش میگه ما توصیه میس که اگه ازدواج تیرات بگیرین مشکلات داره، و یا شاید اون از مخاطر منصرف شن بعضیشان و این چیزا. خب خلاصه گفتن یا بسیار زیاد است، کدام شادم بگویه. اما ما در اخیر بردان گپای خود که داشتم گفتم، و هدف از پروگرام نکاس هم است که ما موضوعات را بیاریم در بین شما، کد شما یک جای شریک شیم، که شما هم سرش فکر کنیم، کل ما فکر کنیم راه حل یا راه حل های را پیدا کنیم که این مشکلات جوانای ما در جمع رفتگان خواد باشیم. یک چند سبای دیگه هستیم، اما جوانا به شک که از ما که زیاد عمر میکنن، به استثنای بیچار جوانایی که میرن که اونا تقدیرشان وقتر است، اما اکثریتشان. پس ما کسایی که مسلمان آمدیم، یک تعهد بسیار کلان پیش خداوند کردیم، هجرت کردیم، از خاطر ازی که کفر و شرک در ملک ما آمد، از خاطر ازی ما اکثر ما هجرت کردیم، که هجرت خود قرآن برای ما اجازه داد و خدا اجازه داد. اما وقتی که آمدیم اینجا دوباره ما نسل اول خود تسلیم کنیم یا نسل دوم خود تسلیم کنیم و به طرف دیگه ببریم، این خوب بسیار کار است که مسئول واقع میشه. پس از این خاطر خواهر و برادر عزیز، از حوصلهتان که برنامه بنده را باز دوباره به حوصله شنیدین، و خدا کنه ما چیزی گفته باشم که استفاده شده باشه، و انشاءالله که پروگرام ها رو دوام میدیم. درباره ازدواج آدم میتونه ساعت ها صحبت کنه، مواد بسیار زیاد است، اما موقع کافی است ازدواج ها ساده باشه، ازدواج ها را بسیار بکش فش بساز آدم، جوان ها را آدم تشویق کنه که زودتر ازدواج کنن، خداوند برکت در زندگیشان مندازه، به اولادشان مندازه، و زودتر آدم یاره به حساب در زندگی داخل شه، وقتی که انرژی دارن اولاد بیارن، برزی که وقتی که اولاد دار میشن با انرژی کردشان پدری و مادری میکنن، خوبتر کلان میشن از که بسن کلانتر، و در ضمن امی سیالی و شریکی یا پس شوه در یک محفل عروسی که میریم پس میم قصه زیر در هر جای میبریم، ویدیو میکنیم، حالی مسئله فیسبوک برامده که خود دارسی هستی اوتومات کل چیز در کل دنیا سیل میکنه، که کار بسیار غلط است. این خصوصیات یک راز فامیلی یک انسان تجاوز است، و ایره ما به اجازه هیچ وقت حق نداریم این کار رو بکنیم، و اگه اجازه هم باشه لازم نیست، برای خود اگه اجازه داریم بگیریم، اما ایره که فیس تایم کنیم کل مردم ببینن کار درست نیست به نظر ما. من نمیفهم اینی ویدیو است که در پشت سر است، نه سعی کنین خواهر مالیا جان که داستریلا تشریف داره، خواهر محترم آجی صاحب کبیر جان که اینی بازم پکچر است، بخیر من فکر کردم ویدیوس، اما بازم پکچر است، همون پکچر انداخته. بر صورت انشاءالله ویدیو شما که آمد همین مسجد نشان میده که چه هم جور شده. دیگه در این قسمت میرسیم با آخر صحبت خود، که بیاین رقم زندگی کنیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با ما تجویز کرده، بیاین رقم زندگی کنیم که خداوند برای ما دستور داده، به این رقم دست که ما خداوند یک روز که ما حساب کنه بگه این پولا اضافی رو که تو در اینجا مصرف کردی اصراف کردی چی جواب بدی؟ ما بگیم والا ما بشقاب $50 به حساب، بشقاب $50 نان خریدیم، یا $70 یا $80 برای مردم برای یک شب، در حال که میشه در مورد $10 و $15 رو از مکسیمم $20 رو بخرم، کم هم زیاد است او رقم میشه. این حاله ای پولا ببینه این مسجد است،
یعنی پیش از اینکه خالی نشه و حساب پرتن این مسجد است و چت شما از نهی جور شده، برای که ما نخواستیم که مسجد اول مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که مدینه منوره مسجد نبوی را آباد کردن چتش از برگ خرما بود و ایره ما به اوی صاحب از نهی جور کردیم. بسیار مردم خوش دارن، ایره سبک است، مصرفش کمتر، هم گرم، هم در زمستان گرم، در تابستان سرد. و ای ببینین پیشتر از این مملکت ما شماست، در گرد از این مردم خانه جور کردن، میخواین نو میاین، ماجرین نیستن که از پاکستان، ایران یا بیچاره رانده شدن از مشکلات، ولی هیچ چیز ندارن، از صفر زندگی خودش رو میکنن، خودشان کد سنگ خانه جور میکنن، کد خشت خانه خشت میزنن، خانه جور میکنن. دیگه از این خاطر کسایی که کار کرده خداوند اجری عظیم برشان بده و انشاءالله که ما ویدیوی تکمیل از این باز براتان که بیرونشان رنگ شد سفید جور شد براتان میارم و که دیگران تشویق شوند و یه هم مکتب است هم مسجد. در غیر از شما را به خداوند کریم و رحیم مسپاریم. انشاءالله تعالی تا برنامه آینده خدا یار و مددگارتان باشه. اگر پیشنهاد انتقاد داشتین بر ما زنگ بزنین، انشاءالله در خدمت هستیم. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.